پرشین تاپ 10. با درود فراوان خدمت همگی شما دوستان گرامی، آقا حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال تک تکتون خیلی خوب باشه. آقا بریم ببینیم بهترین جایگزین برای عادل فردوسی پور توی برنامه 90 کی هستش؟ هیچ کدوم از ما نمیتونیم باور کنیم که مدیر جدید شبکه 3 که فکر میکنم وقتی 6 سالش بود اولین قسمت برنامه 90 پخش شد یه همچین کاری بکنه. ایشون نتونست صبر کنه حتی توف صحبت‌های عادل فردوسی پور در جشنواره انتخاب مردمی تلویزیونی خوش بشه و عادل فردوسی پور رو اخراج کرد. بهتون قول میدم خودشم باورش نمیشه که همچین کاری کرده. این دوشنبه هم مثل همه دوشنبه‌ها منتظر بودیم که 90 رو ببینیم، اما دریغ از یه 85 حتی 75، بعضی ها اونم به 50 هم راضی میشیم، البته وقتی عادل باشه. البته ناگفته نمونه که این جریان حزب عادل میتونه آه من و شما باشه، من و شمایی که بیشتر از 100 بار تو نظرسنجی برنامه شرکت کردیم و آخرش هم یکی برنده شد که اولین بارش بود شرکت میکرد. مگه میشه عادل؟ به هر حال از کم و کاسی های برنامه 90 و عادل که بگذریم، خنده دارتر از این داستان چی میتونه باشه که بخوان به پخش برنامه 90 ادامه بدن اما بدون عادل؟ همه ما میدونیم که دیدن 90 بدون عادل هیچ لطفی نداره. کمه دیگه آقا، یه چیزیش کمه. حتی اگه به جاش به شوهر احمد زنگ بزنی و باش در مورد شکست عشقیت حرف بزنی، خیلی جذابتر از 90 بدون عادله. اینم بگم ها که 90 رو اگه به جای عادل فردوسی پور یکی دیگه اجرا کنه، مثل اینه که بری خواستگاری و به جای عروس با عمش بری تو اتاق صحبت کنی. آقا مگه میشه؟ بابا یه جای کار میلنگه دیگه، نمیشه هر چیزی سر جای خودش باشه. حالا به هر حال شاید باورتون نشه، اما ما اینجا توی پرشین تاپ 10 یه لیست پیشنهادی داریم برای جایگزینی عادل فردوسی پور که شاید آشنا شدن باهاشون خالی از لطف نباشه. به مسئولین شبکه 3 پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. پس با من کوروشی از کانال پرشین تاپ 10 همراه بشید. خلاصه دیگه بریم سراغ پیشنهادهای پرشین تاپ 10 راجع به جایگزینی عادل فردوسی پور در برنامه 90. گزینه شماره 1 آقای احسان علی خانی. دوشنبه شب و منتظر پخش برنامه 90 تیزر میره، یهو احسان علی خانی با چشمان پر از اشک میاد روی آنتن زنده. البته ما هممون میدونیم که احسان علی خانی تفلکی دست خودش نیست، اصلا نمیدونم دست کیه، شاید هم دست خیابانی باشه. یه دفعه وسط برنامه این دکمه شو انگولک میکنه، اینم میپاشه بیرون. باور کنید اگر این برنامه رو بدن به احسان علی خانی، بازم میره و میگرده ببینه کدوم بازیکن بچه طلاق بوده یا مثلا کدوم داور یا مربی با بدبختی به اینجا رسیده. داره چه دیدی شاید با اجرای احسان علی خانی اصلا خیلی چیزا روشن بشه، مثلا چه میدونم، مثلا معلوم بشه که مایلی کوهن مثلا داداش قلوماییه، چه میدونیم، همه چی امکانش هست. گزینه بعدی آقای نجم الدین شریعتیه. این اصلا اسم 6 ماه حبس داره. تیراژ برنامه 90 با آقای نجم الدین. دستانم را بالا میبرم و از خدای رب العالمین روزها، ساعتها و حتی ثانیه های فوتبالی تر را میخواهم. خدایا چمنهای فوتبالمون رو پرپشتر کن و باران رحمت را در برنامه 90 بباران و زبان داوران برنامه را لال بفرما. برای اجابت این دعا شماره 90 را به شماره 90 بفرستید. در این که برنامه 90 با اجرای آقای نجم الدین خیلی خوب میشه شکی نیست. بریم سر گزینه بعدی، آقای مسعود روژنپژوه و عمو پورنگ. برنامه با آقای مسعود روشنپژوه اینجوری شروع میشه: یک و یک و یک، دو و دو و دو، سه و سه و سه، چهار و چهار و چهار، پنج و پنج و پنج، هشت و هشت، نه نه نه، ده 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 ده، چهل و چهل نود و نود و نود، مسابقه یه نود. توی این ما بین عمو پورنگ هم بدون این که تلاشی کنه واسه هماهنگی با مسعود روشنپژوه یهو میاد وسط و میگه: کی از همه مجری تره؟ کی از همه قشنگ تره؟ همه یک صدا با هم میگن چه. البته یه صدای خفنی هم اون وسط مسطا شنیده میشه که میگه: بابا من. اونم مسعود روشنپژوهی که داره تلاش میکنه واسه دیده شدن. یعنی من موندم چجوری میتونید عمو پورنگ و مسعود روشنپژوه رو جای عادل فردوسی پور نذارید؟ مگه میشه؟
بریم سر گزینه بعدی. آقای استاد ایرج ملکی، چیه چتونه؟ انقدر کک سلیقه نباشین، این از خیابانی که بهتره، حداقل رو راسته. اجرای برنامه 90 با وجود آقای استاد ایرج ملکی. فرض کنید مهمون دعوت کردن، درو باز نمیکنن چون تو فیلمنامه نبوده. درو باز نمیکنن، یه دفعه مهمون میفته اون وسط برنامه. استاد میگه آقای حالا مثلا فلان کارشناس، تو این صحنه داورها چطور به این بازیکن گیر ندادن؟ کارشناس هم در جواب استاد دلیل فوتبالی بیان میکنه و استاد ایرج ملکی میگه مخلص کارشناس کل برنامه‌ام برم، ولی از نظر من شاید به خاطر نوع پوششش بوده. اگه پوششی درستی داشت کار به اینجاها نمی‌کشید. بعد از اونجایی که استاد دوست داره خودش همه کارها از جمله نویسندگی، کارگردانی، فیلمبرداری، بازیگری و غیره رو یه تنه انجام بده، یه لگد به کارشناس بیچاره میزنه و میگه گم شید احمق. وگرنه گزینه های آخر ایشون و اوشونن که اصلا بلش کن، هرچند به نظر میرسه همینا گزینه های اصلی و روی میز باشن. دوستان گرامی شما چی فکر میکنید؟ لطفا گزینه های پیشنهادیتون رو مطرح کنید و بنویسید، چاید برای برنامه 90 انتخاب شدن. خدا رو چه دیدی؟ اگر وقت بود روی چند تا گزینه دیگه مثل عموغنات، خاله شادونه و قلقلی هم کار میکردیم که گفتیم ولش کن، بیشتر از این وقت گرانبهاتون رو نگیریم. در کل از تک تکتون سپاسگزاریم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردیم. لطفاً اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایکش کنید و با دوستانتون حتما به اشتراک بذارید. و اگر اولین باری که توی کانال پرژن تاپ تن میاید، همین حالا سابسکرایب کنید و عضو بشید و زنگوله خودتون رو روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای این کانال با خبر بشید. با سپاس از همگی شما دوستان گرامی، تا ویدیوهای بعدی شب و روزتون خوش.